اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين. خدمت بینندگان عزيز و گرامی، عرض سلام و احترام دارم. در این جلسه بنا داریم که به فضیلت شب و روز جمعه در احادیث و روایات که از ائمه اطهار علیهم السلام و پیامبر گرامی اسلام نقل شده است بپردازیم. اجمالا می دانیم که خداوند متعال در طول هفته شب و روز جمعه را فضیلت و عظمت ویژه‌ای بخشیده است و برای آن اهمیت فراوان قائل شده است، تا اینکه بندگان خوب خداوند در این فرصت بتوانند کوتاهی‌های روزهای گذشته و روزهای دیگر هفته را جبران کنند و با استفاده از این فرصت بتوانند خود را به مقامات بالاتر و درجات رفیع‌تر برسانند. در کلمات معصومین علیهم السلام برای شب و روز جمعه فضیلت بسیار زیادی مطرح شده است که توجه و دقت به این فضیلت ها گویای این حقیقت است که خداوند متعال این شب و روز را با نگاه ویژه و عنایت خاصی نگریسته است و آن را با این آسانی و راحتی در اختیار بندگانش قرار داده است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب معروف تهذیب الاحکام روایت را از جناب ابو بصیر از امام باقر علیه السلام نقل می کند که امام باقر علیه السلام می فرماید ان الله تعالی لینادی کل لیلة جمعه من فوق عرشه من اول اللیل الى آخره. خداوند متعال در هر شب جمعه از فوق عرش خودش، از اول شب جمعه تا آخر شب جمعه، نداهایی را که عرض خواهم کرد مطرح می کند. در این که این ندای الهی به چه شکلی و چگونه هست، این ندای الهی یا به ایجاد یک صدایی است که توسط خداوند متعال ایجاد می شود و یا به دستور خداوند متعال فرشته‌ای از جانب پروردگار عالم این ندا را سر می دهد. مهم این است که ببینیم در شب جمعه چه دعوتی از جانب پروردگار عالم صورت می گیرد و با چه خطابهایی و مسائل بندگان خوب خودش را خطاب می کند. از اول شب تا آخر شب این گونه ندا سر داده می شود: الا عبد مؤمنون یدعونی لآخرته و دنیاه و قبل طلوع الفجر لأجیبه. آیا بنده مؤمنی وجود دارد که من خدا را برای آخرتش یا برای دنیای خودش دعا کند تا من خدا او را جواب مثبت بدهم؟ الا عبد مؤمن یتوب الی من ذنوبه قبل طلوع الفجر فاتوب الیه. آیا بنده مؤمنی وجود دارد که از گناهان خودش در نزد پروردگار متعال توبه کند تا خداوند متعال توبه اش را بپذیرد؟ الا عبد مؤمن قد قدرت علیه رزقه فیسالونی از زیادت فی رزقه قبل طلوع الفجر فازیده و اوسع علیه. آیا بنده مؤمنی وجود دارد که روزی او تنگ باشد،
روزی او کم باشد و پیش از این که طلوع فجر روز جمعه صورت بگیرد از خداوند متعال طلب کند که خداوند روزی او را وسیع گرداند، رزق او را زیاد گرداند. آیا چنین کسی وجود دارد که در شب جمعه این خواسته را از خداوند متعال مطرح کند و در پیشگاه خداوند متعال گشایش رزق و روزی خودش را بخواهد تا اینکه خداوند متعال رزق او را زیاد کند و گشایش در زندگی او به وجود بیاورد؟ الا عبد مؤمن سقیم یسألنی ان اشفیه قبل طلوع الفجر فاعافیه. آیا بنده مریضی وجود دارد که پیش از طلوع فجر از من شفایش را بخواهد تا من عافیت و شفا به او عنایت کنم؟ الا عبد مؤمن محبوس مغموم یسألنی ان اطلقه من حبسه و اخلی سربه. آیا بنده غمزده، بنده گرفتار، بنده زندانی و حبس شده وجود دارد تا اینکه پیش از طلوع فجر از من خدا طلب کند تا من وسیله رهایی و وسیله آزادی او را از زندان و از گرفتاری فراهم کنم؟ الا عبد مؤمن مظلوم یسألنی ان آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له و آخذ له بظلامته. آیا بنده مظلومی وجود دارد که از من بخواهد تا من اون ظلم و ستمی که بر او رفته است از او برطرف کنم و کمکش کنم و ظلمی که در حقش صورت گرفته است اون رو جبران کنم؟ آیا چنین گرفتاری وجود دارد که در حقش ظلم شده باشد، فریادش به جایی نرسیده باشد و در شب جمعه بخواهد از خداوند متعال این حاجت رو، این مسئله مهم خودش رو طلب کند تا خداوند متعال به کمکش بیاید و او را از این بیعدالتی و ظلم و ستمی که در حقش روا داشته است نجات بدهد؟ این گونه نداهای الهی در شب جمعه تا زمانی که فجر صورت بگیرد ادامه پیدا میکند و به این شکل حاجات مهمی که یک انسان در زندگی خودش ممکن است از خداوند متعال طلب کند، بالاخره انسان یا برای دنیای خودش یا برای آخرت خودش یا برای گشایش رزق خودش یا برای شفای بیماری خودش و یا برای رفع ظلم و ستمی که در حق او صورت گرفته است، خب اینا حاجات مهمی است که بهترین فرصت و زمینه را خداوند متعال در شب جمعه در اختیار انسان قرار داده است تا انسان با استفاده از این فرصت طلایی بتواند مشکلات و گرفتاری های خودش را با خداوند متعال در میان بگذارد. خب این وعده الهی است که به بندگان خودش وعده میدهد و دعای بندش را ضمانت میکند که مستجاب کند و به صورت یک سؤال مطرح میکند که آیا کسی هست که گرفتاری های خودش را با خداوند در میان بگذارد و خداوند هم ضمانت میکند که این گونه خواسته های بندگانش رو مستجاب کند و برآورده بسازد. در حدیث دیگری مرحوم کلینی از عمر ابن یزید نقل میکند که ایشان میگوید قال علی ابو عبدالله علیه السلام یا عمر. امام صادق علیه السلام به عمر ابن یزید این گونه خطاب میکند و میفرماید انه اذا کان لیلت الجمعه نزل من السماء ملائکه بعدد الذر. وقت شب جمعه فرا می رسد ملائکه و فرشته ها از آسمان به تعداد فراوانی سرازیر می شود فی ایدیهم اقلام الذهب و قراطیس الفضه، قلم های طلایی، کاغذ های نقره‌ای در اختیارشون هستند که لا تکتبون الی لیلت السبت الا الصلاة علی محمد و آل محمد. این فرشته ها مأموریتشون این است که از شب جمعه تا شب شنبه تمام همتشون رو به این مسئله معطوف میکنن تا ثواب صلوات و درودی که بر پیامبر اکرم و اهل بیت پیامبر اکرم در شب و روز جمعه گفته میشود اینها ثبت و ضبط کند. و بعد میفرماید فاکثر منها. وقتی این فرشته ها این گونه مأموریتی بر عهده دارن که همش
به فکر ثبت و ضبط پاداش و ثواب های صلوات هست، خب شما هم در این شب و در روز جمعه این مسئله رو زیاد انجام بدید. و قال یا عمر این من السنه ان تصلي على محمد و على اهل بيته في كل يوم جمعه 1000 مره. اصلا مستحب این است که انسان در شب جمعه 1000 مرتبه صلوات بفرستد و فی سایر الایام 100 مره، اما در روزهای دیگر 100 تا صلوات رو ختم بکند. خب خود این مسئله نیز بیانگر این نکته مهم هست که انسان در شب جمعه از این فرصت مهم بیشترین استفاده رو داشته باشد. خب این حدیث شریف تا حدودی فضیلت و اهمیت شب جمعه رو برای ما بازگو میکند، اما بپردازیم به فضائلی که برای روز جمعه در کلمات و سخنان گوهربار معصومین علیهم السلام وارد شده است و حقایق بسیار مهمی را در اختیار ما قرار دادند. برای روز جمعه عبدالله ابن سنان میگوید که قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرماید فضل الله الجمعه على غیرها من الایام، خداوند متعال روز جمعه را بر روزهای دیگر فضیلت بخشیده است. و این الجنان لتزخرف و تزین یوم الجمعه لمن اتاها، حتی بهشت برای اهل بهشت در روز جمعه زینت می شود و آرایش می شود، به گونه زیبایی درست می شود برای کسانی که وارد بهشت می شود. و اینکم تتسابقون الی الجنه علی قدر سبقکم الی یوم الجمعه. در این حدیث شریف می فرماید کسانی که در روز جمعه سبقت به کارهای خیر زیاد می گیرند، عجله می کنند، نهایت تلاش را به خرج می دهند تا بهترین و بیشترین کارها را در روز جمعه انجام بدن، به همون اندازه سبقت گرفتن و پیش شدن در کارهای خیر به همون اندازه هم در رسیدن به بهشت اینها سبقت می گیرن و زودتر به این درجات بهشتی نائل می شوند. و این ابواب السماء لتفتح لصعود اعمال العباد، در روز جمعه درهای آسمان برای بالا رفتن اعمال صالح بندگان خوب خداوند متعال باز می شود و براحتی اعمال انسانهای خوب صعود می کند. و خود این یک نعمت است که در روز جمعه شامل حال انسانهای خوب می شود. از ابی بصیر نقل شده است که حضرت نقل می کند که سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ما طلعت الشمس بیوم افضل من یوم الجمعه. مرحوم کلینی باز همین حدیث رو در اصول کافی نقل میکند که ابو بصیر از امام باقر علیه السلام نقل میکند که امام فرمود هیچ روزی با فضیلت تر از روز جمعه طلوع نکرده است. خب در بین همه ایام روز جمعه با فضیلت ترین روز هست. دوباره امام صادق علیه السلام در فرمایش دیگر قریب به همین مطلب رو با این عبارت بیان میکند که ان الله اختار من کل شیء شیئا، خداوند متعال از میان هر چیزی یک برگزیده و انتخاب شده ای دارد. فختار من الایام یوم الجمعه، از میان روزها روز جمعه را اختیار کرده است و روز جمعه را برگزیده است. از جابر ابن یزید از ابی جعفر امام باقر علیه السلام نقل شده است که می فرماید قلت له قول الله عز و جل فاسعوا الی ذکر الله. جابر ابن یزید از امام باقر علیه السلام سوال میکند از معنای این آیه شریفه که خداوند متعال در سوره جمعه وقتی میفرماید و اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، وقت ندای نماز در روز جمعه سرداده میشود، اذان روز جمعه شنیده میشود، به ذکر خدا و به سمت یاد خدا بشتابید. از معنای این آیه شریفه از امام باقر علیه السلام سوال میکند، امام این گونه تفسیر میکند، فرمود اعملوا و عجلوا، معنای این پس اولا ذکر الله این است که کار کنید و عجله کنید، فانه یوم مضیق علی المسلمین، برای این که روز جمعه یک روز ضیقی هست، روزی است که بسیار زود میگذرد، در حالی که میشود در این
مدت انسان کارهای بسیار زیاد را انجام بدهد، ممکن است که به این راحتی نتواند اون کارهای مهم رو انجام بدهد. فإنه یوم مضیق علی المسلمین فیه و ثواب اعمال المسلمین فیه علی قدر ما ضیق علیهم. پاداش های خداوند متعال هم در روز جمعه اونقدر زیاد هست که حتی ممکنه گنجایشش در این روز نباشد، و لذاست که انسان به هر مقدار بیشتر تلاش کند و زحمت بیشتر بکشد، عجله به خرج بدهد، عمل بیشتر را انجام بدهد، میتواند خودش را به این پاداش ها بیشتر برساند. و بعد میفرماید والحسنات و السیئات تضاعف فی. خب یکی از حکمت هاش هم این است که در بقیه روزها حسنه کار نیک انسان و کار بد انسان خب یک عقاب و ثواب معمولی خودش رو دارد، حسنه به تعداد 10 برابر خودش، سیئه و کار بد هم به تعداد 1 برابر خودش از ثواب و عقاب برخوردار هستند. اما در روز جمعه وقتی می شود این ثواب های کارهای نیک 2 برابر می شود، به همون اندازه عقاب های کارهای بد باز هم 2 برابر می شود، برای اینکه این یک نوع اهمیت روز جمعه را می خواهد برساند. دوباره قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام ادامه می داد می فرماید والله لقد بلغنی ان اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم کانو یتجهزون للجمعت یوم الخمیس. امام باقر می فرماید که به من رسیده است به خدا قسم این که اصحاب پیغمبر برای روز جمعه از روز پنجشنبه آمادگی می گرفتن، تجهیز می شدن، آماده می شدن. لأنه یوم مضیق علی المسلمین، برای این که اگر کسی قبل از جمعه خودش را آماده نکرده باشد بخواهد در روز جمعه تازه آمادگی بگیرد، خب تا او آماده می شود ممکن است روز جمعه تمام بشود و این فرصت را با همین راحتی از دست بدهد. لذاست که انسانهای خوب پیش از فرا رسیدن شب و روز جمعه آمادگی لازم را برای استفاده بهتر از شب و روز جمعه می گیرن. از امام رضا علیه السلام نیز حدیث رو نقل کنم که ایشان از پیامبر اکرم نقل می کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این یوم الجمعه سید الایام، روز جمعه سید و آقای روزهای دیگر است. یضاعف الله فیه الحسنات، خداوند متعال در این روز حسنات رو، کارهای نیک رو چندین برابر می سازد. و یمحو فیه السیئات، و در این روز بدی ها رو محو می کند. و یرفع فیه درجات، درجات انسان رو رفیع و بلند مرتبه قرار می دهد. و یستجیب فیه دعوات، دعاها را در روز جمعه مستجاب می گرداند. و یکشف فیه کروبات، غم ها را در روز جمعه از انسان برطرف میکند. و یقضی فیه الحوائج العظام، حاجات مهم رو در روز جمعه خداوند متعال برآورده میسازد. و هو یوم المزید لله فیه اتقاء و طلقاء من النار، در این روز خداوند متعال بیشترین آزاد شده از جهنم رو قرار میدهد و بسیاری از کسانی که در روز جمعه به بهشت دست پیدا می کند. آزاد شدگان، رها شدگان از آتش جهنم در روز جمعه بسیار فراوان هست. ما دعا به احد من الناس و قد عرف حقه و حرمته الا کان حقا علی الله عز وجل ان یجعله من اتقائه و طلقائه من النار. در این حدیث خیلی با یک وعده قطعی می فرماید هیچ کسی از مردم دعایی رو مطرح نمی کند، از خداوند حاجت را نمی طلبد، در حالی که می داند حق این روز را و حرمتش را می شناسد، مگر اون که حق می شود و شایسته و لازم می شود بر خداوند متعال این که این شخص را از جمله آزاد شده ها و رها شده از آتش جهنم قرار بدهد. و این مات فی یومه و لیلته مات شهیدن و بعث آمنا. خب اینم یک بشارت بسیار مهم است که اگر کسی در روز جمعه از دنیا می رود یا در شب جمعه از دنیا می رود، خب به صورتی که از اجر و پاداش شهید بهره‌مند می شود، مات شهیدن و بعث آمنان، و در روز قیامت هم وقت مبعوث می شود در حال امنیت و راحتی و آسایش مبعوث می شود بدون اینکه
خوف و حراس در دل داشته باشد و مستخف و احد به حرمته و ضیع حقه الا کان حقا علی الله عز وجل ایسلیه نار جهنم الا ایتوب. به همون اندازه که خداوند متعال یک نعمت مهم را در اختیار بندگانش قرار میدهد، کفران اون نعمت نیز به همون اندازه از عقاب و عذاب شدید برخوردار هست. ما نعمت‌های فراوان رو در قرآن کریم مشاهده می‌کنیم که خداوند متعال وقتی یک نعمت بزرگ رو در اختیار مردم قرار می‌دهد، مثل اون مائده آسمانی که در اختیار حواریون حضرت عیسی قرار داد و خداوند متعال در اونجا تهدید می‌کند که اگر این غذای آماده آسمانی را از خداوند طلب می‌کنید کفران بکنید به عذاب بسیار شدید مبتلا می‌شوید، به همون اندازه وقتی این روز جمعه رو شب جمعه رو با این فضیلت در اختیار انسان قرار میدهد، اگر انسان به خوبی از این شب و روز استفاده نکند و در مقابل به کفران این نعمت بپردازد و بلکه خدای نخواسته انسان به گناه و معصیت در شب و روز جمعه بپردازد، خداوند متعال دوباره میفرماید حق است بر خداوند که او را به آتش مبتلا بسازد مگر آن که توبه کند. همان گونه که انسان در روز جمعه وقت دعا می کند، خداوند بر خود حق می سازد، لازم می سازد که این دعا را مستجاب کند، این حاجت را برآورده بسازد. به همون اندازه اگر کسی بخواهد ناسپاسی کند از این نعمت، به جایی که به بهترین وجه استفاده کند به بدترین وجه سوء استفاده کند، خب خداوند متعال باز بر خود حکم قطعی می کند که او را به عذاب گرفتار کند مگر آن که انسان دوباره موفق به توبه بشود و از این کوتاهی‌های خودش توبه کند. خب این حدیث دیگری هم از مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب نقل می‌کند که ابوبصیر باز هم از امام باقر یا امام صادق علیه السلام از یکی از این دو بزرگوار نقل کرده است که می‌فرماید ان العبد المؤمن يسأل الله الحاجة فيؤخر الله عز وجل قضاء حاجته التي سأل الى يوم الجمعة. خب بسیاری موقع می شود که انسان حاجت را از خداوند متعال طلب می کند، طبق این حدیث شریف خداوند متعال برآورده کردن این حاجت را تا فرا رسیدن جمعه به تأخیر می اندازد که وقتی جمعه فرا رسید اون موقع برای برآورده کردن حاجت بندهش اقدام می کند و این حاجت را برآورده می سازد. دوباره مرحوم کلینی از ابان از امام باقر علیه السلام این حدیث شریف رو نقل کرده است که می‌فرماید ان للجمعه حقا و حرمتا، جمعه یک حق و حرمتی دارد، فإياك ان تضيع او تقصر في شيء من عبادت الله، بپرهیز از این که در مورد حق و حرمت روز جمعه کوتاهی کنی یا ضایع کنی در چیزی از بندگی خداوند، از عبادت خداوند و تقرب اله بالعمل الصالح، یا کوتاهی کنی در نزدیک شدن به خداوند متعال با انجام دادن کارهای نیک و ترک المحارم کلها، یا اینکه در ترک محرمات کوتاهی داشته باشی. خب از این کارهایی که حرمت روز جمعه رو کم میکند و حق او را ضایع می‌سازد باید انسان خودش را برحذر بدارد. فان الله یضاعف فیه الحسنات، که در حدیث شریف دیگر هم اشاره کردم که خداوند متعال در این روز جمعه حسنات را زیاد می‌کند، سیئات را نابود می‌کند، درجات را رفیع می‌سازد. دوباره امام می‌فرماید و ذکر ان یومه مثل لیلته، روز جمعه مثل شب جمعه است، فان استطعت ان تحییها بالصلاة و الدعاء فافعل. حتی در شب جمعه امام می‌فرماید اگر می‌توانی شب جمعه رو احیا کنی، بیدار بمانی با نماز خواندن، با دعا کردن، با طاعت و بندگی خدا، حضرت می‌فرماید ففعل، اگر می‌توانی این کار رو انجام بده. فإن ربک ينزل في اول ليلة الجمعة الى سماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات وإن الله واسع كريم، که حضرت در این حدیث می‌فرماید خداوند متعال در شب جمعه فرود می‌آید برای این که حسنات بندگانش را زیاد کند و سیئاتش را محو کند. در این که خداوند متعال در این حدیث شریف آمده است فرود می‌آید، مرحوم صدوق ابن باوه در تفسیر این حدیث یک روایت دیگر را نقل می‌کند که این حدیث را به خوبی توضیح می‌دهد و می‌فرماید و روا عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، از حضرت شاه عبدالعظیم حسنی نقل می‌کند که
ایشان میگوید قلت للرضا ابن رسول الله، برای امام رضا عرض کردم که ما تقول فی الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله، مردم یک حدیث را از پیغمبر نقل میکنند که ان الله تبارک و تعالی ينزل في كل ليله الجمعه الى سماء الدنيا، خداوند در شب جمعه به آسمان دنیا تنزل مییابد. خب چی میفرمایید در مورد همچه حدیث؟ این حدیث درست است؟ حدیثی که امروز هم این مسئله، این حدیث بحث های زیادی را دارد. خب بعضی از افراد مثل وهابیت عقیدیشون این است که مثلا معنای حقیقی این حدیث همین است که واقعا خداوند به صورت محسوس به آسمان دنیا تنزل مییابد. اما امام رضا علیه السلام میفرماید فقال علیه السلام لعن الله المحرفین الکلم عن مواضعه، خداوند کسانی که سخنان را از جایگاه خودشون تحریف میکند اونا را مورد لعن قرار بدهد. والله ما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ذلک، پیغمبر اکرم این گونه نفرمود که واقعا خداوند جسم هست و به صورت جسمانی پایین میآید و به آسمان دنیا میرسد، بلکه حضرت میفرماید انما قال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی، معنای حدیث این است که خداوند متعال ينزل ملکاً الى السماء الدنيا كل ليله، یک فرشته ای را به آسمان دنیا فرود می آورد و در هر شب جمعه این فرشته ها در شب های دیگر به ثلث آخر شب نازل می شود، اما در شب جمعه از اول شب نازل می شوند و خداوند به اینها دستور می دهد که از جانب خداوند ندای سر بدهند که هل من سائل فواتیه، آیا سوال کننده ای هست که به او ببخشم، آیا توبه کننده ای هست که توبهش را بپذیرم، آیا طلب بخشش کننده ای هست که برایش ببخشایم، یا طالب الخیر اقبل. این فرشته ای که از جانب خدا آمده است این ندا را سر میدهد که ای طالب خیر رو بیاور و ای طالب شر کوتاه بیا، دست بردار. فلا یزال و ینادی بهذا حتی یطلع الفجر، این فرشته ای که از جانب خداوند متعال به آسمان دنیا نازل شده تا طلوع فجر این گونه ندا سر میدهد، وقت طلوع صورت میگیرد عاد الی محله من ملکوت السما، برمیگردد به جایگاه اصلی خودش. امام رضا علیه السلام میفرماید این گونه به من پدرم از جدم از پدرانم از رسول خداوند حدیث کرده است و معنای این حدیث این است. خب منظور این است که ببینیم در این روایات چگونه به صورت صریح و بسیار واضح و روشن این حقایق مهم رو در مورد شب و روز جمعه بیان کردن. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بکند که انشاءالله از این فرصت در طول هفته بیشترین استفاده را داشته باشیم و خود را به این فضائل که بیان شد انشاءالله آراسته بسازیم و از این فرصت ها بیشترین بهره ها را داشته باشیم. ضمن التماس دعا همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.